گزیده ببینین از ویدیوی آموزشی و هشدار وباموز که آقای محمد جرجندی تهیه کردن. یه شمه است از دزدی امام خامنه ای از جیب مردم ناآگاه. ببینیم این صفحه لندینگ یکی از این شرکت هاست رو آی پی 9050-36-237. میبینید که تم مذهبی داره این صفحه. تبلیغی که توی تلگرام کرده بود اینه. تبلیغ شما هم ببینیم. 10 گیگ اینترنت رایگان برای همه مشترکین به مناسبت اربعین حسینی. برای دریافت صفحه را رو به بالا بکشید. الان ببینید به مناسبت اربعین حسینی 10 گیگ اینترنت رایگان میده. یعنی هیچ توضیح نداده که آقا من این 10 گیگ اگه به تو دارم میدم بابت عضو کردن تو توی سرویسیه که روزی 500 تومن 700 تومن ازت کسر میکنم. و خیلی از افرادی که عضو این سرویس میشن اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره براشون میفته، به امید اون 10 گیگ وارد میشن و بعد هم این سرویسشون فعاله و این بیچاره اصلا خبر ندارن. با هم این شرکت رو بررسی میکنیم. شرکت خب هیچی مشخص نیست، اینجا میبینید دیگه هیچی از اسم شرکت که من کیم رو ننوشته، چون نیازی نداره. یه کلاهبردار هم که نیاز نداره خودشون معرفی کنن. کلاهبردار اولین خاصیتش اینه که خودش معرفی نمیکنه، هویت اصلیشو به من شما نمیگه. خب ما با هم بررسی میکنیم که پشت این شرکت کیه. من آی پیشو چک میکنم، یه ریورس میگیرم، میبینم که یه سایت اینجاست به اسم فاینال تی وی. فاینال تی وی رو که هویزشو میگیریم مال یه شرکتی به اسم مومینوان کیش. خب این شرکت شرکت جالبیه به خاطر اینکه یکی از دوست‌ترین شرکت‌های حال حاضر ایرانه و اتفاقا به خاطر اینکه پشتش به یه سری کارتل گرمه، من لقب دوست‌های گردن کلوف رو به این شرکت میدم و با هم می‌بینیم چرا. ما مینوان کیش، من قبلا یه چارتی ازش درآوردم. شرکت مخابرات ایران زاده شده توسط دو تا کارگروه، یکی مبین ایرانه، یکی هم بنیاد‌تعاون سپاه که این یه جورایی بگیم ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد‌تعاون سپاه که حالا بنیاد‌تعاون سپاه اومده بیرون. پس ما الان یه ستاد اجرایی فرمان امام رو داریم. مبینوان کیش رو اینا ساختن. گسترش الکترون مبین هستش، درصدش رو دارید می‌بینید و بقیه. تمام اینها وابستن به مبین ایران که مبین ایران وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام هم از این ور میخوره، شرکت مخابرات ایران میخوره، هم از این شرکت های اگریگیتور میخوره. حال داستان اگریگیتور ها چیه؟ یه توضیح سریع بدم. ما اپراتور داریم، اگریگیتور داریم و شرکت های سی پی که شما میبینیدشون، یه سری سایت و اینا. خب کار اگریگیتور اینه که این 2000 تا 5000 تا شرکت سی پی رو مرتبط میکنه با اپراتور و اپراتور دیگه فقط با 5 تا شرکت در تماسه. پس قاعدتا اینها باید یه سری قواعد رو رعایت کنن که اپراتور سرش خلوت بشه. ولی قصه اینه که اینا صرفاً باجگیرن و اینجا نشستن یه باجی رو میگیرن. یه درصدی از اون سود مال ایناست. یه درصدی مال سی پی هاست، شرکت های پایینه که شما اینا رو میبینید، و یه درصدی مال اپراتوره. و این درصد درصد زیادیه. یعنی در نهایت سودی که سی پی ها میبرن خیلی پایینه. و اینا هم که صرفاً باج سیبیل میگیرن و هیچ کار خاصی هم نمیکنن جز حالا دیدید دیگه نمونش. و مبینوان رو بذارید با هم بررسی کنیم. خب بریم مثلا چند تا از سرویس های این شرکت رو ببینیم. این شرکت از کجا داره نوم میخوره؟ این همون فاینال تی ویه. حالا شما چی میبینی اینجا؟ هیچ، جز اینکه تبلیغ میکنه شارژ رایگان بیا بگیر، چیز دیگه میبینی شما اینجا؟ یعنی صرفاً یه قمارخونه است. سایت بعدیش کوشا گیمز. چی اینا؟ یه سری گیم رایگان ورشته ورده ریخته اینجا، نمیدونن با ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که سطح سواد مردم پایینه و مردم دارن اعتماد میکنن به این مخابرات به نوعی. تو درباره ما شما اسمی از این مبینوان کیش میبینید اینجا، کوشاگیت در سال فلان فلان با هدف چی راه اندازی شد، تماس با ما، هیچی توش نیست. 40% درباره ما، این که دیگه اصلا هدفی هم نداشته. سرگرمی درباره ما، هیچ. یه سری دکون دزدی، عیناً کپی پیست قبلی، گلچین کپی پیست قبلی، این که بالا نمیاد. کوشا گیمز هم هم دیدیم. زیباوان، بازیانا، اسما رو نگاه، درباره ما. حالا جالبه براتون بدونید که شرکت مبین وان چرا تش کیش داره. یعنی از این شرکت ها شما زیاد خواهید دید تو ایران، زیاد دیدید تو ایران.
با عنوان کیش، یعنی این شرکت با این رانتی که شما دارید میبینید یک قرون به دولت مالیات هم نمیده، یعنی بابت این پولی که داره در میاره یک قرون مالیات هم نمیده. چرا؟ چون رفته تو کیش ثبت کرده خودش رو و تا 25 سال معافیت مالیاتی داره. شرکت موبینوان کیش مال آقا امام خامنه ای پیش بینی کرده که تا آخر امسال فقط از کانال اپراتور همراه اول بیش از 43 میلیارد تومان درآمد سرویس ارزش افزوده خواهد داشت.